همکارم احمد صمدی از وین محل مذاکرات هسته‌ای. احمد، برخی خبرها از نزدیک شدن به توافق در وین حکایت داره. ارزیابی ها از مذاکرات تا اینجای کار چیه؟ واقعیتش اینه که خب خبرها در خصوص اونچه که در واقع در پشت اتاقهای هتل کوبورگ میگذره واقعیتش نیست که روشن نیست و ما نمیتونیم یک فضای روشنی از مذاکرات ارائه بدیم. برخی ها معتقدن که خب به توافق نزدیک شدن و برخی هم معتقدن که هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته و در واقع میشه گفتش که فاصله بین توافق و عدم توافق یکسان هستش. البته خب برخی منابع مثل یک مقامی که در وزارت خارجه سابق ایالات متحده بوده معتقده که خب دولت بایدن و آقای رابرت مالی امتیازات زیادی رو به طرف ایرانی داده و خب از طرف دیگه هم ما میشنویم از منابعی که در اینجا هستن و نزدیک به هیئت‌های غربی هستن معتقدن که هنوز هیچ چیز مشخص نشده و اینها میتونه بیشتر در حد گمانه‌زنی باشه و خب نمیتونیم بگیم که توافقی صورت گرفته یا نه. حتی اگر بپذیریم که در واقع توافقی هم صورت گرفته، طبق برخی گمانه‌زنی ها اون توافق هم در واقع اونطور که گفته میشه همچنان در واقع تضمینی به این که بفهمیم که در لحظات آخر آیا این قطعی خواهد شد یا نه وجود نداره و بنابراین نمیتونیم الان ارزیابی دقیقی از اون ارائه بدیم. ضمن این که همچنان سه مورد اصلی روی میز هست: بحث تضمین ها هستش، بحث گستره تحریم ها هستش و بحث موضوع پادمان ها که خب آقای گروسی قرار هستش که به تهران سفر بکنه. در این خصوص اشاره کردی به سفر آقای گروسی به تهران، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این سفر قرار روز شنبه انجام بشه. اهداف این سفر چی هست و تا چه اندازه میتونه در نتیجه مذاکرات تاثیر بذاره؟ واقعیتش اینه که بحث آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ دخالت مستقیمی در گفتگوها نداره، اما تعیین کننده است به خاطر اینکه ارزیابی‌های فنی آژانس میتونه یک چشم‌انداز درستی از مذاکرات ارائه بده به مذاکره کننده ها. امروز شنیدیم که یکی از خبرنگاران ایرانی اعلام کرد که یکی از 4 سایتی که اختلاف است بین ایران و آژانس مسئله‌اش حل و فصل شده. البته این هنوز قطعی نیست، برای اینکه آژانس بعد راستی آزمایی بکنه. بنابراین به نظر میاد که خبرسازی ها باز هم ادامه خواهد داشت، حالا شاید از طرف ایرانی، اما خب به هر حال اگر آقای گروسی نتونه در ایران به نتیجه برسه، اون موقع در روز دوشنبه که نشست شورای حکام خواهیم داشت میتونه که بسیار تعیین کننده باشه و کلا اگر بر علیه ایران قطعنامه صادر بشه در شورای حکام، اون موقع ما شاهد شکست مذاکرات قطعا خواهیم بود. سپاسگزارم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از وین محل مذاکرات هسته‌ای با ما.